کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با نشر یک ویدیوی در شبکه ایکس گفته که از اواسط ماه سپتامبر تا اکنون 327,000 مهاجر افغان از پاکستان برگشت کردن به افغانستان و این بیشترش تعداد کسایی است که فامیلایی هستند که دختران بالاتر صنف ششم را شامل میشن. در مورد سرنوشت این دختران که دوباره به افغانستان میرن و با ممنوعیت آموزش مواجه میشن، در مورد سرنوشت از اینا چی فکر میکنین؟ متاسفانه پاکستان خلاف عرف دیپلماتیک و خلاف تمام موازین بین المللی تصمیم عجولانه گرفت در قبال مهاجرین افغانستان که تعداد زیاد مهاجرین افغانستان را به افغانستان دوباره فرستاد که ای نگران کننده است، خصوصا برای او تعداد مهاجرین که دخترانشان در مکاتب مصروف فراگیری علم و دانش بودند ولی اینا با سرنوشت سیاه و تاریک تعداد زیادی افغانهای دیگه هم سر دوچار شد، یعنی اضافه شد به مو تعداد شاگردا و مسئلین که در افغانستان بودن به تعداد از اونا افزود شد و این تعداد مهاجرین که رفتن، یعنی وضعیت دخترها که از آموزش اینا پس میمانن و عقب میمانن بسیار نگران کننده است که به مو تعداد دخترها و خانمها افزوده شد که با روحیه سیاه و تاریک با وضعیت پر از استراب و استرس در کشور دور از مکتب و دور از دانشگاه اینا بسر میبرن. این وضعیت بسیار نگران کننده هست برای مردم که خصوصا مدت‌های زیاد از 30 سال یا 20 سال قبل به پاکستان اینا بودن. در پاکستان یک زندگی مناسب بر خود آماده ساختن، یک فضای آموزشی بر اولاد خود مهیا ساختن تعداد فامیلا، ولی امروز خصوصا دخترهای بالاتر از صنف ششم که اتا تعداد زیاد دخترهای محصلین نکه بودن اینا رفتن و اینا هم از علم و دانش دور شدن و فاصله گرفتن. با توجه به محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر آموزش دختران در افغانستان، آیا فکر میکنین که تاریخ بار دیگر تکرار میشه و برای سالهای سال دختران نمیتونن دوباره به مکتب و دانشگاه ها بر بگردن و همچنان دوباره به مکاتب خصوصی رجوع بکنن؟ دقیقا که تاریخ یک بار دیگر تکرار شد ولی بدتر از چیز از دهه 60 تکرار شد، خصوصا دهه 70 که در او زمانی که طالبا کشور اشغال کردن آنقدر بحثشان روی مکاتب خصوصی یا مکاتب خانگی نبود. دخترها میتونستن که داخل خانه ها به شکل پنهانی درس و آموزش فرا بگیرن، ولی این بار با یک وحشت بسیار و خشونت جدی طالبان تصمیم دارن که حتی مکانهای پنهانی دختران را تحت تعقیب قرار میدن و دختران را برای آموزش و خصوصا فرا گرفتن علم منع میکنن و تا جایی که من اطلاع دارم و با تعداد زیاد خانما و دختر خانما به تماس هستم، حتی دخترایی که فعلا زندان شدن به جرم از اینکه کورسای انگلیسی دایر کرده بودن در افغانستان فعلا در زندانهای طالب به سر میبره، جرمشان خواندن و آموختن علم و دانش بود. به نظر شما آیا امیدواری برای تغییر پالیسی طالبان در زمینه آموزش دختران وجود داره؟ ما خوشبین نیستم و باورمند نیستم، به خاطر از این که طالبان بار اولی که افغانستان گرفت و اشغال کرد 5 سال تمام دخترها و خانما از دخترها از آموزش و خانما از کار فعالیت در جامعه و در حد تمام بخشا دور بودن و در طول 5 سال اینا نتانستن که کوچکترین امید بر زنهای افغانستان باشه، ولی
بار دوم که بعد از 25 سال دیگه که باز آمدن و افغانستان را اشغال کردن، مدت بیشتر از 2 سال شد. در این بیشتر از 2 سال که اینا تصمیم گرفتن نتانستن و کوچکترین وعده خود را عملی نکردن، بعد از این هم باورمند نیستم که طالبا بتانن یک امید برای دخترها و خانمای افغانستان باشن.